دوستان عزیز با درود سلام و عرض ادب باز هم در خدمت شما هستم به نظر میشه که تصویر و صدا قطع شده نمیدونم باز وصل شد یا نه به هر حال خب ما ادامه میدیم قربان تصویر باش نیست با بیانی از حضرت بهاءالله شروع میکنیم طبق معمول می‌فرمایند که بگو به احبای الهی که اول شرط انسانیت انصاف است و جمیع امور منوط به آن قدری تفکر در رضایا و بلایای این مسئول نمایی که تمام عمر در ید اعدا بوده و هر یوم در سبیل محبت الهی به بلایی مبتلا تا آنکه امر الله ما بین عباد مرتفع شد حال اگر نفسی سبب شود و به اوهام خود در تفریق ناس سرن و جهرن مشغول گردد او از اهل انصاف است لا و نفسه المهیمنه علی العالمین الیوم لایق آنکه کل به اسم اعظم متشبث شوند نیست محرب و مفری جز او و ناس را متحد نمایند اگر نفسی در اعلا علو مقام قائم باشد از او کلماتی ظاهر شود که سبب تفریق ناس گردد از شاطی بحر اعظم و علت توجه به شطری جز مقام محمود مشهور که ظاهر است به حدود بشریه جهاتیه یشهد کل الاکوان به انهو محروم من نفحات رحمان به طور ساده می فهمان که اول شرط انسانیت انصاف اول انسانیت انصاف است و هر چیزی منوط به چون من شب و روز در دست دشمنان و هر روز به بلایی جدید مبتلا که امر الله یعنی اون وحدت عالم انسانی که هدف امر الله وحدت عالم انسانی است به گوش همه برسه و مستقر بشه حالا اگر یکی بیاد با تخیلات خودش، اوهام خودش، خرافات خودش یا با منافع شخصی، جاه طلبی که بازم از همون اوهامه شروع کنه تفرقه بیاندازه بین مردم فما سرن و جهرن یا به طور پنهانی یا به طور آشکار آیا او از اهل انصاف است؟ قسم میخورن که نه فرمان امروز لایق این است که همه متحدن با تمسک به اسم اعظم یعنی خداوند متعال یعنی هست بهاءالله که قائم مقام حق هست به روی زمین باید با تمسک به ایشان مردم را به وحدت توجه بدن همان اسم اعظم که نیست محرب و مفر جزو ناس را متحد نمایند این کار امروز این تفرقه و جدایی انداختن سبب بقای بشریت نمیشه
سید دستگاهی قطعاتش رو با هم گذاشتن تا شروع کرده به کار کردن. حالا یه نفر بیاد اینا رو باز کنه، تکه تکه کنه، سیمش رو یه جا بذاره، قطع این از کار میفته. بشر امروز بقاش فقط ممکنه از طریق وحدت عالم انسانی و هیچ جامعه ای و هیچ راه حلی جز اونی که خداوند از طریق هست با الله فرستاده وجود نداره. میرسیم اتفاقا به این مسئله ای که جز آخرین مطالبی بود که جناب سوروی در این برنامه خودشون که چند دقیقه پیش متوقف شد، از این جنابی که ادعا داره که میخواد مناظره کنه و لازم میدونه این مسئله رو، باید بنده شخصا، البته بقیه دوستان نظرشون رو گفتن، بنده باید شخصا عرض کنم که کلاس دوم دبستان در مدرسه پهلوی شیراز معلم معمم سید دستقی وجود داشت، معلم بنده بود. کلاس چهارم آقای چابکرویی بود و بعد دبیرستان شاهپور. همیشه این حضرات تبلیغات اسلامی و حجتیه باهاشون در صحبت و مناظره و بحث بودیم و احدی از آنها طالب تحریه حقیقت نیست. اگر طالب تحریه حقیقت باشه اصلا به این شغل منصوب نمیشه. اصلا مسئولین کسی رو که دنبال مثل این میمونه که امروزه در ایران اجازه بدن مردم به طور آزادانه درباره دیانت بهایی تحقیق کنن، آیا امکان داره؟ آیا میذارن؟ خب اگه میذارن این جناب میتونه اونجا از یک بهایی بپرسه کتب هست، ولی خودشون علنن گفتن که ایشون میخوان مبارزه کنن، میخوان مردم رو نجات بدن، میخوان مردم رو از گمراهی نجات بدن و به هیچ وجه نگفتن که ممکنه حقیقتی رو که تا حالا کشف نکردند با بحث با احبا کشف کنن. و جالبتر از همه این که این مناظره که بخوایم تشبیهش کنیم به یک مثلا مسابقه دو، اگه حقیقت این سوالات رو میپرسید احبا جواب میدن، اگر قانع کننده نیست کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و این سوالات از همون زمان ابوالفضائل گلپایگانی که ایشون در یک از نوارای ویدیوش مسخره میکردن جواب داده شده، توسط جناب داوودی جواب داده شده، توسط تمام احباب به صورت کتاب جزوه نوار ویدیو اودیو جواب داده شده. ایشون علاقه ای به حقیقت نداره، ایشون امثالشون با دوستانشون برنامه هست، پروژه هست که همونطور که در ایران به اون شکل این امر رو محدود کردن، از زگهواره تا گور احبا رو در عذاب گذاشتن، از تولد، کودکستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، کار، شغل دولتی، شغل آزاد، حتی در گورستان ها آزاد نمیذارن، راحت نمیذارن. حالا میخوان به خارج از کشور هم همونجور که جز برنامه هاشون بوده دست درازی کنن، یا از طریق تهدید یا از طریق تطمیع. و یه لوحی هست بهاءالله 156 پیش فرمودن که من اینو زیارت میکنم بعد از یک مقایسه که الان لازم میدونم این مقایسه انجام بشه. این مقایسه برای این هست که وقتی ایشون مثلا در همون نوار ویدیویشون میگفتم که ببینید شما بهایی ها مولاتون گفته که حرف زشت نزنید، گفتار درشت استفاده نکنید، توهین نکنید، ولی من میتونم. یعنی ایشون از اول قرار مسابقه رو، برنامه رو، اگه مسابقه
دوری باشه، مثلا پای بنده رو میبنده، میگه شما پاد باید ببندن ولی من میدوام. اگه بوکس دستامو میبنده، اگه حالا حرف هم به همین شکل، میگه من میتونم فوش بدم، من میتونم به احترامی کنم چون مقدسات شما رو قبول ندارم، مقدس نیست برای من، ولی شما که مقدسات من رو قبول دارید نمیتونی. پس از همون اول هیچ عدالت و انصافی در این بحث نیست. و چون هدفم برد و باخت و برنده شدن و باختن و از این حرف هاست، این از روح تعالیم بهایی به دوره. چرا؟ چون اون وحدت عالم انسانی که هدف بهایی هست با فروتنی و خضوع و خشوع ممکن هست. یک سری افراد خودشیفته، خودشیفتگی در حد بسیار پایینش خب اعتماد به نفسه، ولی وقتی که تبدیل میشه به پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیت، این فرد فکر میکنه راجع به همه چی حق با او هست. این فرد فکر میکنه هیچ کس اصلا حق زندگی نداره به جز اون و اونایی که ایشون و مثل ایشون هستن. و این درگیری که ما داریم با این حضرات، این لو از حضرت بهاءالله در مائده آسمانی جلد پنجم صفحه 194 هست. مسئله حرف بد و زشت نیست، مسئله تجزیه و تحلیل روانی، روحانی و جامعه شناسی این افراد، منطق و سایر لوازمی که نیاز هست و عیوب یا صفات خوب روحانی، حسن و عیب روحانی، اینا هست که کم و بیش میشه و فرد رو فاقد شرایط یا واجد شرایط میکنه. پس بالا میفرمایند راجع به علما، اینو میفرمایند وقتی که اجداد این حضرات هم شاید هنوز تولد نشده بود، شاید هم شده بودن و به بابی کشی و بهایی کشی مشغول بودن، میفهمان این قوم خیش را علمای دین مبین و حامی شرع متین و جانشین سید المرسلین میشمارند و چون ثعبان بدکیش بیگانه و خیش را نیش زنند. ثعبان یعنی اژدها. و چون مار و عقارب، عبائد و عقارب را میگزند. مار و عقارب، عقارب با عین یعنی عقرب ها، عبائد یعنی دور و عقارب دومی با الف یعنی الف یعنی نزدیکان. و چون مار و عقارب، عبائد و عقارب را میگزند، بنیان رحمان براندازند. بنیان رحمان یعنی دین خدا رو، و رحمان رو استفاده کردن چون برای رحم و مروت و پیشرفت و امنیت و بزرگی مردم دین فرستاده میشه. بنیاد عدل و داد را ویران کنند و به زبان از خشیت الله دم زنند. خشیت الله یعنی ترس از خدا، به زبان از ترس از خدا برای مردم البته. چون گرگان خونخوار اقنام الهی را بدرند. مردم به اقلان یعنی گوسفندان تشمیشن، چه که گوسفند نه ناخون و پنجه های مثل شیر و پلنگ داره، نه دندان های تیزی مثل، فقط علف میتونه، یعنی هیچ از خودش دفاع نمیتونه بکنه. همینجور که میبینید تمام ملتی که الان گیر افتاده هیچ کنی دفاعی نمیتونه از خودش بکنه. و چون گرگان خونخوار اقنام الهی را بدرند و دعوای شبانی کنند، ادعای چوپانی دارن که ما ولی شما هستیم، ما نگهدار شما هستیم، ما حافظ شما هستیم. چون دزدان راه قطع طریق و سد سبیل نمایند، مثل این گفتیم دزدای سر گردنه راه رو میبندن، راه رو که بستن معلوم هدفشون چی هست. میفهمان چون دزدان راه قطع طریق و سد سبیل نمایند، قافل سالاری خواهند. تا میخوان رئیس قافله هم بشن. شدن.
در مجالس علم ابکم و اصلا نشینن، یعنی کر و کو، کر و لال، در مجلس علم کر و لال. علامتش چیه؟ علامتش حرفایی که اصلا متنفرن از علم. چه علم ببندید، دانشگاه رو ببندید، هیچ کی دانشگاه نره، هیچ کی درس نخونه، غرب اصلا این بیشا نباشه، اینترنت نباشه، همه باید در خرافات و جهل قوطه‌ور بشن. حالا قدیما این وسائل نبوده، ولی تو مجلسی که میرفتن اگه علمی بوده گنگ و کر مینشستن و در برهان و بیان لال گردند. ازشون دلیل و برهان میخواین لال میشن، فقط فوش میدن، فقط تحریف میکنن، قلب حقیقت میکنن و میپیچونن. حالا میخواد مسئله تاریخی باشه، میخواد علمی باشه، میخواد نقلی باشه، میخواد عقلی باشه، و در برهان و بیان لال گردن و به ضرب سیات و چوب و چماق اثبات مدعا خواهند. حالا میشون دستش نمیرسه با چوب و چماق، میگه من فوش میدم، میتونم، شما مولاتون گفته که زبان را به گفتار زشت میالایی. ولی این تجزیه و تحلیل شخصیت این است. شما بری پیش یه روانشناس بهت میگه چه حالت روانی داری، مریض روانی هم اکثر 90% و تبدیل شدن الان به 90% جمعیت. به ضرب سیات و چوب و چماق اثبات مدعا خواهند، چون به امائم نگری، جمع امامه، هر یک چون جبل ابی قبیس، بلند و عظیم مثل کوه ابی قبیس امامه شون. چون به فضائل نگری، وقتی به فضیلت و شخصیت و حسن رفتار، هر یک اجحل از انعام و بهیم، بازم این صفت تفصیلی، اجحل از جهل، نادانتر از حیوان، انعام و بهیم. بگو اگر مرد میدانی زبان به بیان و برهان گشایی، چرا مردم 20 سال انداختی داران رو تو زندان، بیارید بیرون تلویزیون همینجا بهایی ها رو، چرا پاشو اون بهایی یکی از شهر رو تو زنجیر تو خیابون رو میندازید، برید رادیو تلویزیون، چرا میخواید بیه بلنش بیه تو خارج از کشور؟ تو ایران پر از این مشکلات، بیارید بهایی ها رو بیرون، برنامه های رادیو تلویزیونی، به جایی که اون آقاهای حضرات همون اما که الان صحبتشون شد، یکی بیاد بگه که بعد از یک سال اومد به خوابش گفت من اصلا واقعا نمیتونم کدومشو بگم کدومشو نگم. خودشون تمام این ویدیوهایی که صادر میشه ببینید. اگر میخواید بحث کنید اینجا نمیفهمم. فهمان اگر مرد میدانید زبان به بیان و برهان گشایی، میگه من فوش دادم، تو فوش نده، چرا فوش میخواید بدید؟ تو سوالتو بکن، جواب میشنوید، دوست نداشتی، قانع نشدی، بگو متاسفم قربان، قانع کننده نبود برای من. مردم رو آزاد بذارید. چرا میگید اگه کسی دینشو عوض کرد داد اعدام بشه؟ شما مردم رو آزاد بذارید، خواهید چند نفر مسلمان تو ایران میمونید؟ اگر مرد میدانید زبان به بیان و برهان گشایید، و گوی و چوگان طلبید، و حقیقت تبیان ظاهر نمایید. حال بعد این ادامه داره ولی اینجا کوتاه شده. حال در مدارس چون بهائم حیوانات اسیر خوردن و خوراکند، و چون سباع زاریه حیوانهای مضر بی مبالات و بی باک، یعنی کارهای دیگه، حالا اسم نمیبرن و میبینید خدا خورد و خوراک فرمودن، یه کارهای دیگه هم بی مبالاتی و بی باکی میکنن، زمان و به زودی خودشون رو در خسران مبین. حالا این به زودی یعنی هر که کدومش که از این دنیا میره اونجا واقف میشه به تمام. ولی مردم مقصرن به این شکلی که هست. با حالا یه جایی میفهمان اعمال ملت ایران به صورت این علمای ظالم و جاهل ظهور پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی خون کثیف، دملهای چرکین متعفن بدبو به وجود میاره. یعنی افرادی که هر کاری دلشون خواست کردن و
بعد فکر کردن برن دست آقا رو ببوسن و یه خودم پول بدن گناهاشون بخشیده میشه. آقا هم دید عجب عجب مردمی، ادامه داد حدیث اختراع کردن و روایت هست و از چپ و راست شنیدید دیگه، شنیدید از اون رئیس کل که میگه اگر زلزله اومد کسی از طبقه دوم افتاد روی عمش و حامله شد عمش و این از رئیس کله و بقیهشن که دیگه هر روز میاد بیرون. حالا جوانانی پیدا شدن از همون گروه، حالا جوانی خود انرژی داره میگه که نه، میگه ما میایم بحث میکنیم، من هرچی از دهنم در اومد میتونم بگم. سوال کرده مثلا عدید ما مسئول قوانین کتاب بیان، جواب میده فهمودن به اذن شوهر اقتران، اذن اقتران. خب تعجبی نداره، حضرت اعلی آخوند رو میخواد دستش کوتاه کنه. البته در دیانت بهائی اگر زنی حامل نشه اجازه تلقیح مصنوعی حتی با دستگاه و سرنگ از کسی دیگری به جز شوهرش نداره، تلقیح مصنوعی اجازه نیست در دیانت بهائی. حالا این مسئله طلاق و ازدواجی منتها دست اون میگن کات میدل من این آخوند هست اعلی میخواد قطع کنه، هست مسیح که اومد میخواست قطع کنه و کرد، هست مسیح دید که علمای یهود برای ختنه کردن پدر صاحب بچه رو در میارن از پول و از مشکلات دیگه که تولید میکنن، و در انجیل نوشته چطور با چوب مسیحی که اینقدر مظلوم و ساکت و به همه میگی کشیده زدن این ور اون نشون بدید به آدم های عادی. این علما رو جلوی معبد جمع شده و تبدیل کرده بودن به محل درآمد، با چوب همه رو روند، صرافی باز کرده بودن، نمیدونم هزاری تو فیلم ها هم نشون میدن این صحنه. حضرت اعلی میفهمن اگه شوهر راضی، خب حالا آخوند، حالا این هم میخواد آخونده باشدش طلاق بده، بعد محلل بید، بعد برو اون عقدش، بعد دوباره برگرد بیا، اینا رو قطع کرده و اختران ازدواج میکنه، اون عمل انجام شد طلاق میگیره باز مشن. حالا تو دیانت بهائی این قانون نیست، اون تو دیانت بابی بوده. چرا؟ اون 9 سال نقش حضرت اعلی، البته من خوشحالم به جناب سوربی سوال میگن سوال خوب از جواب خوب بهتره، سوالشون بود تاریخ رو و جناب منقلبی مشغول هستن و تاریخ رو میگن، ولی کار مهدی که کار مبشر حضرت بهاءالله، حالا در هر دینی به یه اسمی میشناسنش، مثل بولدوزری که باید این ساختمان‌های قدیمی که روش نمیشه چیزی ساخت رو خراب کنه، خرافات رو از من ببره که از بالا این قوانین جدیدشون رو پیاده کنن. خرافات، روایات، احادیث، حرفایی که اصلا بعضیش اکثرش نه اصلی نه اساسی نه معنی. پس اومدن از اعلی که جوانی 25 ساله با قدرت تمام، افرادی هم که بدون خودشون تبلیغ کنن فهمودن باید با اراده الهی هست. ولی امرا میفهمن تاریخ بهترین دلیل اثبات دیانت بهائیه. یه آقای دکتر فیل هم روانشناسی میگه You will know the truth when you hear it. شما حقیقت رو میفهمید وقتی شما دو نفر برای داستان بگی چی؟ فقط گوش کنی داستان که میگه که آو از اونجا که اومد بیرون مادرش گفت یا علی، میگه هیچ کی دیگه راضی نیست، لازم فقط اینو گفته، تو هم راضی نیست، لازم نیست چیزی بگی، میفهمی حقیقت داری. حالا این فرم جدیدش نیست که آقا میگه من حق چیزی گفتم به شما، شما حق ندارید، من میتونم، شما نمیتونید، شما دستور ندارید حرف زشت بزنید، شما دستور ندارید. البته اون مهدی و موعودی که منتظرش بودن که بیاد اینقدر آدم بکشه که تا زانوی اسبش خون واسته، هست با الله اومدن با زحمات و مشقات و فداکاری که خودشون نمونه شدن، ضرب المثل شدن که نشون بدن این دنیا بقایی نداره، ارزشی نداره، هر که باشه میره، هر چقدر پول و ثروت جمع کرده باشی باید بذاری بری،
زمان این عمر شما که اقل از آنی محسوب است، کمتر از یک آن هستید، با مقایسه با ابدیتی که از اینجا که میرید روبرو هستید، کمتر از یک چشم هم زدن این. من شخصا الان وقتی میبینم 59 سالمه، مثل اینکه پریروز بود. من الان میگم با آقای دسته کلاس دوم 8 سالم بود. 100 سالم بخوام بشم دوباره همون یه چشم هم زدن دیگه است. آیا ارزشش رو داره؟ دروغ و تملق و جنایت و خیانت و کشت و کشتار و برای این؟ برای چی؟ بالاخره میگذره، یه لقمه نون و یه سایبونی. اصل عشق و وحدت و محبت و صفاست. چه فرقی میکنه آدم چی دور برش طلا و جواهرات باشه با سادگی زندگی کنه؟ و این مظاهر امر، مؤسسین دیانت ها همه به سادگی زندگی کردن که یک ضرب المثلی باشن برای ما. اصل عبدالبها با اینکه مخارج سفرشون رو حاضر بودن احبای آمریکایی و اروپایی و ثروتمندان غیر بهایی بدن، با قطارهای درجه 3 همیشه سفر میرفتن توی مملکت. بهترین جاهای هتل میره میفهمودن نه، جای معمولی بگیرید، تفاوتشو بدید به این مستخدمین. مردمی که تو خیابون اون وقتا خیلی کمتر بود خوابیده بودن، میفهمودن مسافرخونه ببرید. امشب چون من تو این شهر هستم، هیچکی نباید توی خیابون بخوابه. برای اینکه یه سمبولی باشه از حسن ولی امرو میفهمن احبا حتی اگر قادر هستن که زندگی لوکس داشته باشن، باید به ساده تر. یعنی شما میتونی رولز رویز بخری، برو لکسوس بخری، میتونی لکسوس بخری یه درجه بیا پایین تر مرسدس، میتونی یه درجه همیشه پایین تر از اونی که میتونی. و این تعدیل معیشت و مواسات میفهمن باید از روی رغبت باشه. البته دولت ها با قوانین پروگرسیو تکس، یعنی اینکه مراتب هرچی بیشتر حقوق میشه تا یه حدی حتی از اون بیشتر نباید باشه، اونو دولت ها باید اجرا کنن. ولی اصل انقطاع و تعلق قلب که از بین میره، حالا افراد دهنشون رو باز میکنن. مسیح میفرماید که رستگاری شما به اون چیزی نیست که وارد دهنتون میشه از طریق دهنتون، از اونی که خارج میشه. چون میگن آیا این نخورید، این نجسه، اون حلاله، اون حرامه. یهود خیلی شبیه هستن به شیعه ها. فهمد نه، اونی که از دهنتون بیرون میاده، اون خانومی که میذاریم بهایت فرقه هست، دین نیست. حالا از همون خانوم بپرسید فرق فرقه با دین چی؟ خانوم کدوم کتاب بهایت خوندی که فهمیدی دین نیست و فرقه هست؟ این کتاب خودشو داره، قوانین و احکام و دستورات خودشو داره. فرقه همون کتابه، همون قوانینه. میاد یه خودی میگه جایی که دستتو رو شکمت بذاری نماز بخونی آویزونش کن، جایی که اینجوری وضوع بگیری از آرنج بیاری اینجوری. ما ببینید دیانت بهائی آیا از قرآن یا از انجیل استفاده میکنی یا کتاب و قوانین خودشو داره. یا اون آقایی که میگه من جز عرفا هستم، اهل مذهب نیستم، جز عرفا هست، دهنشو باز میکنه میگه این دین زیونیسته، اسرائیلی ها آوردن، انگلیس ها آوردن، امریکایی ها آوردن، روس ها آوردن. فرق بین حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء هم نمیدونه. حالا خیلی از کسایی که نمیدونن میپرسن، ایشون نمیپرسه، ایشون عرفا، جز عرفا هست ایشون. چون یه عکس با اولا لباس فراماسونی نشسته چیزش؟ مولوی و حلاج و عطار که از عرفان بودن به شما حرف می زدن؟ بدون که یک صفحه از کتاب اونی که ادعای کرده بخونید شما هم که خب این پس اونی که از دهنت داره خارج میشه سبب رستگاری یا برعکسش خواهد شد. و باز گفتم که خیلی غربی هستید، از برتول پرشت یاد کنید که گفته اونایی که حقیقتو نمیفهمن احمقن، اونایی که میفهمن فهمیدن پنهان میکنن جنایتکارن. پس ببینید که از این دو دسته خیلی خواهیم داشت، از اونایی که راجع به امر شنیدن، مخصوصا هموطنهایی هست با الله
170 سال به روی مبارک خودشون نمیارن. این مسائلی که من راجع به علما خوندم 150 سال پیش گفته شده، وقتی که پدر جد جناب بختیار گفتن که این آخونده اومدن ایران رو خراب کنن. خیلی خوب، حالا بفرمایید. خب این چی؟ صادق هدایت گفت فلان، آقای فلانی در تلویزیون امروز پیروز گفتن فلان. 150 سال جد آباد این حضرات من هیچ کی گوش نداد، هیچ کی برای خودش نیاورد. و الان چی؟ آیا الان گوش میکنی؟ آیا الان میخواید بدونید 50 سال آینده چی میشه؟ چی منتظرتونه؟ آقای به آقای سوربی گفته بوده همینجوری، نه حکومت دینی تمام شد. حکومت دینی هرگز تمام نمیشه، منتها دینی که تاریخش گذشته. هست به حالا البته پیشبینی میفرمایند که مدتی بشر به خاطر اینکه زخم خورده مارگزیده شده میخواد بیدین زندگی کنه، ولی بعد از مدتی میبینی که هرج و مرج به حدی رسید که امکان نداره. شما یه غذای مسموم خوردی الان میخواد بگی از این به بعد دیگه ما غذا نمیخوریم؟ میشه غذای مسموم میخوردی، غذایی که تاریخش گذشته خوردی، هزار سال پیش متعلق بوده، حالا تا سال 1260 هنوز میشد استفاده کرد قبل از یعنی مقطعش اختراع تلگراف بود که همون شب اظهار امر حضرت رب اعلی اختراع هم اولین پیام تلگرافی داده شد. این سمبل جهان جدید، خلق جدید، تکنولوژی و ارتباطات و عالم که یک وطن محسوب هست بود و بعد پشت سر هم تغییرات داده شد. خب حالا شما یک قضای تاریخش گذشته مصرف کرد، البته بودجه ها داره مصرف میشه که دست دین به خصوص دیانت بهائی قطع به. چرا؟ چون میبینن که بدون دین آسونتر کنترل کنن شما رو. سیاسیون میبینن که دین که نباشه شما رو خیلی آسون میشه با اصلا تمام دانشگاه های دنیا با موضوعات و رشته های متناقض پر شده که این اونو نفت کیاسفی ها اصلا شدن شماره یک تو هر کاری. همین حضرات تبلیغات اسلامی و حجتی هم یک سررشته در کیاسفی، یعنی لجاجت، مقلته و سفسته. سفسته اصلا لغت سفسته سوفسطایی که این از اونا شروع شده و از اونا دارن یاد میگیرن که وکیل های دادگاه دنبال حقیقت نیست کسی. ولی حقیقت اینه که خالق این دنیا، خالق هر چیزی، خالق این کامپیوتر، با کامپیوترش یه دونه کتابچه میده بیرون، میگه هر چیزی تو این کامپیوتر من نوشتم چجوری استفاده کنید. عمر کامپیوتر زیاد میشه. ها کامپیوتر مال منه، خودم خریدم، با پول خودم خریدم، هر جور دلم خواست استفاده میکنم. نه من بالغ هستم، نه من مهندسی، من دکترا رشته ادبیات دارم، میدونم با کامپیوتر حرفا چی میزنن اینجوری دیگه. کدوم با قدرت و کفایتی تونسته بیشتر از 100 سال جلو خودشو ببینه؟ اونم نتونستن ببینن. تمام دوام کمونیست 70 سال بود. ادیان، حضرت مسیح یه پابرهنه به قول معروف، یه لاغبا و تمام فریسی ها آخرم به صلیب کشیده شد و با تمام شده باشه دینش. اینا رو گفتی میشه. چرا؟ که دست بگیرید از گذشته، ای سیاهیتان گرفتی جای پند. نمیگیریم درس از گذشته، سعی میکنیم ببینیم اونایی که پشت پرده هستن، پشت صحنه هستن و منافعشون ایجاب میکنه و کلا سر آدمایی میذارن، خب حقشون، هر کسی کلا سرش میره حقش دیگه تو مشکلات بیفته. حالا ما تشخیص داد. به قول یه نفر گفته بود به اون خانم که حالا دیانت بهائی اثر خدام نیست اصلا، یه ایدئولوژی، همونجور که دنبال مارکس هستید، دنبال آقای فلانی هستید، دنبال فلانی، اسما رو نمیخوام بیارم، تمام اینا بوتایی که دارن میپرستن، برنامه سیاسی ندارن، ایدئولوژی ندارن،
به دست باحالا 140 کتاب به همون مقدار است عبدالبها تفسیر و تبیین کردن برای آزادی زنان، تساوی حقوق، برای آموزش و پرورش، برای کشور و صلح عمومی. و خب اینا رو خب یه ایدئولوژی خیلی خوب نیست، یه ایدئولوژی هست که اصلا با هم فهمان باهایی نشن انجام بدن. ایران بارها گفتم و بار دیگر میگویم، ایران قبطه و محسود عالمیان میشه، یعنی عالم به ایران حسد خواهد برد. شما انجام بدید فقط اینا رو که گفته شده. پس این هزارات چه مناظره چه مبارزه، خوب گفت آی سوربی اولش ولی بعدش اینا. و ما دیدیم، من کلاس مدرسه شاپور بلند میشدم با آقای لغوی معلم زبان انگلیسیمون بود جواب بدم، حرفایی میزد که اصلا اساس نداشت، با کتاب انگلیسی میکوبی تو دهن من، خون میومد بیرون، بعدم میگفت برو بیرون از کلاس به این امید که بنده موفق نشم. این همین کاری الان میکنن بچه ها مدرسه نرن بچه باید. آقای ریحانی معلم ریاضیات و فیزیک حرفای بی اساس میزد جوابشو میداد. ابتدا داشتیم دو تا باهایی دیگه تو کلاس که اصلا هیچی نمیگفتن، سرشون به درسشون بود و نمره همیشه دو تا برادر نمره اول دوم هم میشدن. من نمیتونستم، الان هم خیلی فرق نداره زندگیمون با هم. و معلم کارگاه آقای عنایت الله لیاقت همینجور مشغول دروغ سازی، مشغول انواع مختلف هم بودیم با این حضرات. احدی از آنها طالب حقیقت نیست. این حضرات همه جا هستن، همین الان که الان اربابان این نظام داره فکر میکنه خب این جامعه به طرف کجا داره میره. آدماشونو تو همه گروهی دارن، آدماشونو بین سلطنت طلب ها دارن، بین مارکسیست ها دارن، چپی ها، سوشالیست ها، کمونیست ها، ملیه، همه جا دارن. هر کدوم موفق شد سویچشو میزنن روشنه. اگر اون یکی خطرناک بود براشون از بین میبرن. این سیاستی شده که سالهاست. حالا به بشر بیا بگو نه میخوایم وحدت عالم انسان، هم جاه طلبی اون فکر میکنه وکیل میشه، وزیر میشه، رئیس دادگاه میشه، رئیس. و هر روز میگذره و هر قرن میگذره و هر دهه میگذره. پس امیدواریم که یک معجزه‌ای بشه و افراد دیگه به خودشون برن، از خواب بیدار بشن. حالا برمیگردیم به همون لوح دنیا. میفهمان این مظلوم در لیالی و ایام به شکر و حمد مالک انام مشهور، چه که مشاهده شد نصائح و مواعظ تأثیر نموده و اخلاق و اطوار این حزب به درجه قبول فائز، چه که ظاهر شد آن چه که سبب روشنی چشم عالم است و آن شفاعت دوستان از دشمنان نزد عمرا بوده که دار نیت گواه راستی گفتار است. اون حرفای ناحقی که بعضی ها میزنن بهایان دست داشتن در این نظام. بهایان متهم شدن سالهاست به جاسوسی، حالا شما این یه خروار اتهام، حالا شما این سنگ نیمسقالی پرد کردی روشون گوشست، دست شما درد نکنه. ولی حرف ناحق، گرفتار ناحق میکنه آدم رو. اونایی هم که به دین اعتقاد ندارن میگن کارما، یعنی هر دستی دادی اون دست رو میگیری. ما هم که اعتقاد داریم میگیم میگیرم که خلق را به فریبت فریفتی با دست انتقام طبیعت، اینم برای طبیعیون بیدینا، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ امکان نداره حرف ناحق و حرف حق مساوی باشه. اینجا از بالا اشاره میکنن به جریانی که پیش اومد در اشقابار، یکی از احبار رو کشتن و احبار رفتن وساطت کردن و گفتن نه ما شکایت نداریم و خیلی چیز شد، یعنی پایین اومد، اونجا قصاص اسلامی نیست که 100%، ولی خیلی پایین اومد. از بالا راضی هستن، فهمان شکر میکنیم که این نصیحت هایی که ما کردیم به با این مسئله انتقام از وجودشون رفته بیرون، این مسئله خون آشامی. آخی بابیه بودن دیگه، از گروه مسلمون و بابی، این همه شیعه بودن. بهایی که درخت نداری که، یا یه چی میدونم چیزایی رو از کجا میگه CIA، ما انگلیسی هستیم و چی هستیم، زیونیست و اسرائیلی، یه چیزایی رو از اسرائیل میارن، یه چیزایی رو از آمریکا، یه چیزایی انگلیس، از روسی، اینا قاطی میکنن، خود آب یه چیزایی میزنن بهش میشه بهایی. اینجوری نیست که، ما همه
مسلمان زاده بودیم. مادر بزرگ من، یعنی مادر پدر من، گفت که رفته بودم روزه، چون پدرم خودش باهایی شد 16 سالگی، داییش پدرش مرده بود خیلی زود، داییش آخوندمانن روزه خون بود و خواهرش میشناختن. تو رفته بودیش روزه یه نفر دیگه و اون قسم خورده بوده که باهایی همه حرامزاده هستن. من بلند شدم گفتم من پسرم باهاییه، هیچ کم دستش به من نخورده. از همینجور همه حرفاتون دیگه روزه نرم. من تو حدودای سالای آخر دبستان، بین دبستان دبیرستان بودم که ایشون یه داستان برای من تعریف کرد و حالا مثل داستان مار آقای سوربی که تو باغ بود اینا، شاید یه کمی طولانی بشه، سعی میکنم کوتاهش کنم. ایشون میگفت که من خواب دیدم که اتاقی که توش هستم داره یواش یواش سیاه میشه و سرکار آقا، یعنی حضرت عبدالبها لقبشون سرکار آقا بود، دست به سینه واسدن و به من کمک نکردن. اما مادر من میگفت اینو چندین بار گفته، من تازه سنی رسیده بودیم که گوش داشت. گفتم خب بیبی، ما شیرازی ها میگیم بیبی، نمیدونم کیا دیگه میگن بیبی. گفتم بیبی خب دست به سینه واسدن یعنی من بنده عبد نوکر، بخوا ازم چیکار کنم؟ تو نخواستی ازش. و ایشون این سیاه شدن خونه این بود که چشمش بیناییش از دست داد بعد از مدتی. و من گفتم، و این بیبی ساکت شد. معمولا خیلی با اینکه چشمش نمیدید خیلی دستور میداد و اینا. حتی خواهرها میخواستن، دختر میخواستن از خونه برن بیرون، صدا میزد ببینه دامناشون بلندیش اینا، اندازه میگرفت چشمش نمیدید، باعث خنده میشد. گفتم که خب به فکر فرو رفت و دیگه حرف نزد تا یه مدتی. و یه روز من گفت بیا لوح احمد رو برای من بخون. لوح احمد رو خوندیم، خب اون موقع با خودم غلط قلوچ شد خوندیم، ولی گوش میکرد و زیادم طول نکشید که از دنیا رفت. و این گفتن گفته که خب میتونید منو تو گلستان دفن کنید، مقبره یعنی چیز بهایی ها، گلستان جاوید بهش میگیم. پدرم گفت که نه، این فامیل مسلمون ما خیلی داریم و نمیان اونجا دیدنش، همون جایی که خواسته از اول گفته بره. خدا زندهش رو براش مهم نبود، الان مردش مهمه براش، برای خدا، برای خود آدمه، مخصوصا در زمان حیاتش. اینجا هست والا میفهمون که راضی هستن از این تغییراتی که در این افراد داده شده، افرادی که همه شیعه بودند و بابی بودند و همه دنبال همین حرفا که میشنوید هم بشن. اینا رو تبدیل کردن به افرادی که انسان شدن، محبت، عشق، صفا، وفا، از خودگذشتگی، خنجر و شمشیر و سم و اینا. خب یه تعدادی هم که بالاخره هزاران هزار نفر تغییر، وسطش یه تعدادی هستن افرادی که تعمدن یه بیان هست از بالا میفهمان بعضی از نفوس ذاتن اختلاف را دوست دارن. مریضن، یعنی نمیتونن ببینن یک گروهی، یک جامعه متحد. اون بیان اولی رو که زیارت کردی میفهمن آیا انصاف هست که این همه زحمت کشیده شده مردم و متحد بشن یکی بره از پشت افرقه بندازه؟ ببینید شما بعضی ها ذاتن اختلاف رو دوست دارن. خب بینشون بودن دیگه، یه اتفاقاتی در عکا افتاد، چند نفر بینشون کشته شد و یه چند تا اتفاق هم در بغداد. ولی قائلم از افراد دیدیم که تعمدن از بیرون می اومدن و رخنه می کردن و می موندن به اسم مؤمنین و فقط کارشون همین اختلاف و ایجاد اشکالات بود، مثل حجتی که سالها رخنه کرده بودن در جوامع و تشکیلات. بله میفهمن رو اظهار رضایت میکنن که احبا شفاعت کردن از قاتل، شفاعت دوستان از دشمنان نزد عمران. و اینجور میفهمن که یا حزب الله قلم اعلا عالم ها ظاهر نموده و افسار را روشنی حقیقی بخشیده. عالم ها، یه عالم کوچولویی که داشتید نیست، لکن اکثری از اهل ایران لازال از بیانات نافعه و علوم و فنون مبارکه محروم بودند. یوم قبل، یعنی روز قبل
این لحظه که می نویسن، چون این یک سال قبل از صعود مبارک هم که یه بار عرض شد، این لو یک سال قبل از صعود مبارک بوده، یوم قبل مخصوص از برای یکی از اولیا، این کلمه اولیا از قلم اعلی نازل که شاید اهل عرض، اهل اعراض به اقبال فائز گردند و به قوامز مسائل اصول الهی پی برند و آگاه شوند. معرضین و منکرین به چهار کلمه متمسکند. اون چهار تا چیز رو میگن. این چیه؟ یکیش این که مخالفین رو بزنید، کتب رو بسوزانید، با ملل دیگه به جز اهل کتاب معاشرت نکنید و فنای احزاب. این فرمان همه این صدها از میان برداشته شد و این چهار امر مبین از لوح محو گشت. صفات سبوعی را به صفات روحانی تبدیل نمود. جلد ارادته، بزرگ است اراده او و قدرتش و عظیم است تسلط و سلطنتش. حال از حق جل جلاله بطلبید و میطلبید که حزب شیعه را هدایت فرماید و از صفات نالایقه نجات بخشد. از لسان هر یک از آن حزب در هر یوم لعنت ها مسکوب. چون یاد دادن؟ ما خوندن لعنت ملعون میفهمن؟ و ملعون با عین حلقی، یعنی ملعون از قضاهای یومیه آن حزب است. بعد یه دعا میکنن میفهمن در حق بشری که خودش رو از این عالم حیوانی بکشه بیرون و به عالم انسانی و ملکوتی این صعود کنه. این صعود باز حالا یه وقت صعود در صفات است، یه وقت صعود مثلا همینجور که از عالم مادی و عالم انسانی به عالم روحانی، قبلش هم صعودی بوده از عالم حیوانی به عالم، یعنی در وجود ما اصلا فهمان همه عوالم هست. عالم جمادی تو بدن ما همین کلسیوم و منگنز و چیزایی هستش که از معادن جماده، مس هست و هست در وجود ما. و عالم گیاه هم هست، یعنی چیزی که رشد میکنه و حس نداره، ناخون و مو. شما مو و ناخون رشد میکنه ولی میزنی درد نمیگیره، خونم نمیاد. و حیوانی هم که همون حواس پنجگانمون هست و انسانیمون همونه که فهمودن اول شرطش انصاف هست، صفات انسانی داریم. البته روح ایمانی هم هست، بعضی ها انسان هستن ولی ایمان ندارن هنوز، اون ایمان دیگه اضافه میکنه اون صفات انسانی. و ملکوتی هم انسان میتونه بشه و رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. بعد اینجا میفهمان هیا حزب الله بشنوید آنچه را که اصلاح آن سبب آزادی و آسودگی و راحت و علو و سمو به کل است. از برای ایران قانون و اصولی لازم و واجب و لاکن شایسته آنکه حسب الاراده حضرت سلطان اید الله و حضرات علماء اعلام و عمرای حضام واقع شوند. باید به اطلاع ایشان مقری معین گردن و حضرات در آن مقر جمع شوند، به حبل مشوره تمسک نمایند و آنچرا سبب و علت امنیت، نعمت، ثروت و اطمینان عباد است. همان جمع بشه پس همه گروه علماء عمرا، سلطان باید دستور بده این کار بکنه. سلطانایی که ما داریم همش خودش همه چی رو میدونه، اصلا رازه نیست کسی نظری بخواد، مشورتی بخواد، همه چی بلده کن. و میفهمن اینا باید باشه. آن چی که سبب و علت امنیت، نعمت، ثروت و اطمینان عباد است، این سرلوحه اقداماتشون بشه. ما چیکار کنیم که مردم امنیت داشته باشه؟ چیکار کنیم که نعمت در فقر و بدبختی و تنگ دستی مثل حیوان زندگی نکنه؟ چیکار کنیم که ثروت هم داشته باشن؟ نعمت با ثروت فرق داره. نعمت اینه که تو خوب داری زندگی میکنی، ثروت این است که کمی هم از بیشتر از حدی که بخور و نمیر باشه. نعمای الهی خب این است که همه چیز هست، منتهاش هم میشه مثل الان آخر ماه که میرسه تمومه، اگه نهر سر کارش نمیتونی اشکاری کنی. ثروت عبارت این است که بتونی خوده و در آینده چنین خواهد شد که انسان ها مثل برده مشغول کار نیستن که فقط بتونن بخورن و بخوابن دوباره برن سر کار. الان هست عبدالبها در آمریکا، در آمریکا فرمودن که بردهداری سنتی از بین رفته ولی بردهداری صنعتی
شروع شده، اونم باید از بین بره. وعده سنتی یعنی چی؟ یعنی حقوق و کار و درآمد بخور و نمیر که تو انقدر بتونی فقط دوباره کار کنی. نه، به حد کافی نمای الهی هست، اونطور صرف جنگ و جدال میشه. به حد کافی نمای الهی هست که بتونیم هر کسی کار رو برای استعداد و علاقش کنه. حد کافی میشه از طریق کشاورزی های صحیح قضا داشت. افراد به حد کافی میتونن خونه بسازن، خونه های پیش ساخته، جاده بسازن و وقت اضافی هنر، هنر، موسیقی، استغفرالله، شادی، سرور، استغفرالله، شلاق، پس گردنی بزنی، تیپا تو سری و همه میرن بهش. و این از همون اول از بالا میشناختن اینا رو و میفهمان که این چهارتا باید توی دستور عمل باشه. شما چه که چه اگر به غیر این ترتیب واقع شود، اختلاف، علت اختلاف و زوزا گردن در اصول احکام که از قبل در کتاب اقدس و سایر الواح نازل امور راجع به سلاطین و رؤسای عادل و امنای بیت العدل شده و منصفین و متبصرین بعد از تفکر اشراق و نیر عدل را به عین ظاهر و باطن در آنچه ذکر شده مشاهده نمایند. اما اینایی که گفته شد اگه خود روش بکنید میبینید که خورشید و ماه عدالت رو به چشم میبینید. ببخشید، منصفین و متبصرین، نه همه، نه اونایی که میگن من فوش میدم تو گوش کن فقط، نه اونایی که میگن من اومدم که شما رو از بین ببرم نگه نجات بدم بقیه رو، یعنی من اصلا گوش نمی کنم. شما اصلا به من از بچگی گفتن، حالا کی گفته تو بچگی کجا بودی؟ اصلا بیان هست بالا که میفرمایند اونایی که با هم مخالفت میکنن باید احوال بچگیشون از مادرهاشون پرسی، حتی بعضیشون هم مادرهاشون باید از مادر بزرگا. آیا مگه بچگی؟ چقدر بچگی خیلی مهمه. سایکودینامیز مثلا روانشناسا میگن اصولش بچگیه. حالا این آقا به من گفتن اینا زاله، فرقه زاله هستن. حالا شما هر چی میخوای از عشق و محبت بگو، هر چی میگی تو بگو که من احترام میذارم به مقدسات اسلام، من برام مهم نیست. شما فرقه زاله. یه داستان بودش تعریف کرد در یکی از مبلغین عام، یکی از این کشورهای خارج از ایران بود البته، که یه سری افراد میذارن دنبال پیگیری میکنن یکی از احبا رو، یکی ایشون، این فرار میکنه، میدویده داشت فرار میکرده، میره توی مغازه، فکر کنم یه لبنانی بوده یا هرچی، میگه میذاره قایم میشه و اینا، مسیحی لبنانی بوده. بعد اینا میادن یا کجا رفت این کی باهایه؟ میگه چی باهایی چیه؟ میگه باهایی، باهایی زاله، باهایی. میگه چیه این چیکار کرده؟ مگه میگه اینا میگن که حضرت رسول آخرین پیغمبر نیست. میگه من مسیحی، میگم اصلا پیغمبر نیست. پیش کن برو بکاره. اون موقع روش نمیرسیده، قوی نشده بودن، نمیتونست دست بزنه به این آقای مسیحی. من میگم اصلا پیغمبر نیست. تو میدونی که مسیحی اون یهودی این حالی که اقلا میگه پیغمبره ولی آخریش نیست، یکی دیگه اومده. لازم هم میگه اونیم که اومده منتظرش بودی، قرآن میگه بعد از هزار سال میاد. حالا همین حکایت شده که آقا تمام این دنیای مسیحیت رو، دنیای دشمنان اسلام رو، دنیایی که یه اگه باهایان رو در ایران هستن گذاشته و میاد میگه پس اینجا میفهمان و منصفین و متبصرین بعد از تفکر. حالا اگه منصف نیستی و متبصر نیستی بگو فرقه است، بگو ساخته اسرائیل و موادی آوردن با فلان، هر چی میخوای بگو منصف و متبصر. بعد میشون فهمان حال آنچه در لاندره امت انگلیس با آن متمسک خوب به نظر می آید، چه که به نور سلطنت و مشورت امت هر دو مزین است. ولی یادتون هست گفتی دست با حالا در لوحی که به ملکه نوشتن، ملکه ویکتوریا، مادر بزرگ شاید میشه، مادر جد مادری میشه،
فرموده بودن که امیدواریم این عالیه ولی امیدواریم که نمایندگان مجلس انگلستان نمایندگان بشریت باشن یعنی این مسئله عالم یک وطن رو به ایشون گوشزد کردن که فقط به فکر منافع انگلیس بشر بشره و نیاد به خاطر منافع انگلیس بقیه رو نابود کنید این رو تو لغه میتونیم یک برنامه باید گذاشته بشه این الله ملوک خونده بشه بعد اینجا میفهمم که دوباره دعا میکنه چون اینکه واقعا این قده چرکین ادامه داره ولیکن خوف از آن ناس اینجا میفهمایند در اصول و قوانین بابی این قسمه داره بابی است در قصاص که سبب سیانت و حفظ عباده است مذکور خیلی قصاص همون در همه دیم ولیکن خوف از آن ناس را در ظاهر از اعمال شنیعه نالایق من می نماید اما امری که در ظاهر و باطن سبب حفظ و من از خشیت الله بوده ببینید این طبیعیون سیاسیون چیکار کرده مردم معتقد بودن که خداوند همه جا می بیندشون و کار زشت نمی کن اومدن با خرج میلیاردها دلار به بشر میگن خدایی نیست ولی حالا خودشون دوربین گذاشتن همه جا 2 میلیون دوربین در لندن کافیه ولی خشیت الله ترس از خدا که در وجود انسان است این از بیرون نیستش حقیقیه شما بذارید به صورت طبیعیش بمونه نه به بچه از بچگی از بالا میفهمن علوم دینی رو وقتی داری به بچه یاد میده یعنی صفات خوب صفات روحانی نه خرافات میفهمن خرافات رو یاد ندیده بچه و در 15 سالگی این دینش رو انتخاب میکنه آقای سوربی به شوخی اون روز راجع به برنامه آقای مطلبی که روز صعود هست با الله یه قدری با مشکلات روبرو شد گفتن که شاید چون نباید این به شوخی بوده ولی حقیقتش اینه که ما ایرانی ها اینجوری اصولا تو گوشمون خونده شده و یک کمی از حد چیز به خرافات کشید اگر نه اگر حضرت بهاءالله و خدا میخواست جبر رو نه اختیارات اختیار هست شما دستورا رو بهت میدن انجام دادی میری توی گروه دیگه برای خودت هم در این عالم و روح خودت انجام ندادی میری اگر خداوند میخواست این کار رو بکنه جلو هیتلر رو میگرفت مثلا جلو بشار اسد رو میگرفت جلو این ظالمان خونخواری که تو ایران مشغولن میگرفت یکی بیاد مثلا آقای مطلبی آقای سوربی دارن میخوان یه برنامه بذارن راجع به بیانات مبارکه بخونن هست بالا همه کاراش نه ولی تقصیر نداریم حالا درست ممکنه به شوخی بوده ولی تقصیر نداریم چرا که مثلا به ما گفتن آخر هر خنده گریه است خب برای چی آخر هر خنده باید گریه باشه تمام اینا باعث وحشت ولی اکثرش خرافه روایت یعنی هر پدر مادری هر رئیس قبیله‌ای هر رئیس حوزه‌ای مدرسه‌ای آخوندی جورش نمیرسه با منطق و استدلال و حاضر نیست این نسل جدید که یه خورده فرق داره با نسل قبل رو قبول کنه از خودش یه چیزی میساخت مثلا ما زیاد داریم راجع به این قضا رو با اون یه تعداد زیادش درسته ولی یه تعداد زیادش برای جلوگیری از حیف و میل بوده اینو با اون نخورید اونو با این نخورید اونو خوردی الان بعدش اینه خیلی خود سخت‌گیری بشه ولی حقایق رو اینجا انقدر گفته شده از دارال تحقیق گفتم یه بار اومده بیرون که در مجموع از حضرت اعلی حضرت بهاءالله حضرت اعلی همون حضرت باب حضرت نقطه اولا حضرت باب همه یکی و حضرت بهاءالله و حضرت عبدالباب و حضرت شوقی افندی نزدیک به 30 میلیون کلمه صادر شد 5 میلیون 6 میلیون 5 میلیون حالا پس اینجا میفهمیم که این ترس واقعی از و جایی که وقتی است عبدالله میفهمم انسان باید به مقامی برسه که حاضر از گرسنگی بمیره دزدی نکنه و رشوه نگیره یعنی فهمیده روح برای چیه و هدف از این عالم چی هست و بعد از این عالم کجا میریم و این عالم رو اصلا وعده‌ای که داده شده اینه ملکوت رو بیاریم تو این عالم رو بهشت کنیم
نه این عالم رو جهنمش کنیم. وقت بعد دو دقیقه هم گذشت، میذاریم به حساب دو دقیقه هفته قبل که فکر کنم باید صحابی اینجوری خوشیه. و حال با تشکر از صبر و حوصله دوستان برنامه امروز رو هم در همین جا به اتمام میرسونیم، با امید اینکه باز در خدمتتون باشیم. احتمالاً هفته آینده آخرین هفته بنده هست، ما هر کدوم سهمی داریم، به نوبت هست و موفق معید شاد و مسرور باشید و هر روزتان همجور که حق میخواد بهتر از روز قبل باشد. انشاءالله در امان الهی باشید.